یک مرد میانسال در کاپیسا زیر شکنجه طالبان جان باخت. طالبان با هجوم به دفتر آیت الله محقق کابلی در غزنی دو تن را بازداشت کردند. طالبان یک نظامی پیشین را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی در ولسوالی سالنگ بازداشت کردند. امشب ملا یعقوب با لشکر 30,000 نفریش می خواهد پنجشیر را از روی نقشه افغانستان حذف کند. مشروع خبرها، گزارش از سایت رسمی روزنامه 8 صبح کابل. 8 صبح کابیسا. منابع محلی در ولایت کابیسا می گویند که مرد میانسال زیر شکنجه طالبان در این ولایت جان باخته است. منابع روز جمعه 13 جوزا در صحبت با روزنامه 8 صبح می گویند که این مرد 5 روز پیش از سوی طالبان بازداشت شده بود و روز گذشته زیر شکنجه این گروه جان باخته است. با گفته منابع این فرد رحمت الله نام داشت و باشنده روستای درنامه ولایت کاپیسا بود. منابع تصریح میکنند که رحمت الله به اتهام داشتن اسلحه از سوی طالبان بازداشت شده بود. طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. بازداشت، شکنجه و کشتار غیر نظامیان به اتهام های گوناگون از سوی طالبان در ولایت های شمال کابل مورد تازه نیست. روز گذشته نیز یک مرد 45 ساله در ولایت پنجشیر به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی زیر شکنجه طالبان جان باخت. طالبان با هجوم به دفتر آیت الله محقق کابلی در غزنی دو تن را بازداشت کردند. 8 صبح غزنی. منابع در ولایت غزنی تایید کردند که طالبان به دفتر آیت الله محقق کابلی از مراجع تقلید شیعیان در این ولایت هجوم بردند. یک منبع معتبر ملی در ولایت غزنی روز جمعه 13 جوزا گفته است که طالبان روز گذشته پنج شنبه 12 جوزا به دفتر مراجع تقلید شیعیان در مرکز این ولایت هجوم بردند. با گفته منبع طالبان عکس ها، بنرها و وسایل موجود در این دفتر را پاره کرده و شکستند. منبع میگوید که طالبان مسئول و آشپز این دفتر را نیز با خود بردند. طالبان به دنبال این رویداد دفتر آیت الله فیاض را در غزنی بازرسی میکنند. تا هنوز از سرنوشت دو بازداشت شده خبر نیست. باشندگان ولایت غزنی این اقدام طالبان را توهین به مذاهب بیان کردند. طالبان یک نظامی پیشین را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی در ولسوالی سالنگ بازداشت کردند. 8 صبح پروان. منابع محلی در ولایت پروان میگویند که طالبان یک نظامی پیشین را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی در ولسوالی سالنگ این ولایت بازداشت کردند. منابع روز جمعه 13 جوزا به روزنامه 8 صبح میگویند که شخص بازداشت شده نصرالدین نام دارد. با گفته منابع طالبان او را از نزدیکی خانه اش در ولسوالی سالنگ بازداشت کرده و به دستور فرمانده امنیت طالبان برای این ولسوالی با خود بردند. با گفته این منابع با آن که او مصروف کارهای شاقه بود و تمام تجهیزات نظامی خود را تسلیم کرده بود، از سوی طالبان بازداشت شده و از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست. منابع ادعا میکند که فرمانده امنیت طالبان برای ولسوالی سالنگ از خصومت‌های شخصی دست به بازداشت‌های خود سر می‌زند و مردم را آزار اذیت می‌کند. جبهه مقاومت ملی 30,000 نیروی ویژه طالبان در پنجشیر و مناطق درگیر جنگ جابجا شدند. 8 صبح کابل. جبهه مقاومت ملی در اعلامیه از جابجایی بیش از 30 نیروی ویژه گروه طالبان در ولایت پنجشیر، اندرابهای بغلان و ورسج تخار خبر می‌دهد. اعلامیه افزوده است که گروه طالبان چنان رویه بی‌رحمانه علیه غیر نظامیان در این مناطق در پیش گرفته است که جنگ‌های وحشیانه نیروهای اتحاد شوروی سابق در افغانستان را به یاد می‌آورد. بر اساس این خبرنامه گروه طالبان در مناطق نام برده دسته دسته مردم را بازداشت و شکنجه کرده و به قتل می رساند و ده ها خانواده را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. به گفته خبرنامه در تهاجم های نزدیک به دو ماه اخیر طالبان بر پنجشیر 38 تن از نیروهای جبهه مقاومت ملی کشته و ده ها تن از آنان زخمی شده است.
خبرنامه همچنان افزوده که شمار زیاد از مردم محل در این ولایت توقیف، شکنجه و تیرباران شدند. اعلامیه افزوده که در اندرابها نیز طالبان دست به خشونت زده و پس از شکست در برابر نیروهای این جبهه 17 تن از غیر نظامیان را برای حاکم کردن فضای ترس و هراس تیرباران کردند. در اعلامیه گفته شده است که در ولایت بدخشان نیز شمار از غیر نظامیان به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی تیرباران شدند و شمار از نیروهای امنیتی پیشین نیز در قید طالبان به سر میبرند. این جبهه از جامعه جهانی و سازمانهای بین‌المللی خواسته است که بر طالبان فشار بیاورند تا دست از این جنایات بردارند و زمینه تحقیق و بررسی این قضایا فراهم شود. تحلیل گزارش خبرگزاری افاق. جرگه افغانان و چالش توجیه و تشریع. طالبان اگر در صدد برگزاری یک جرگه واقعی مؤثر و کارآمد هستند، باید توجیه و تحمیل حاکمیت قومی و یک جانبه خود را به مدد عناصر فاشیست و بدنام مانند اشرف غنی را به طور کامل از دستور کار خارج کنند و همان گونه که از سوی مقام‌های مختلف طالبان بیان می‌شود، با دعوت همه اقشار و طیف‌های سیاسی، اجتماعی، قومی و مذهبی و نیز مشارکت معنادار سیاستمداران سرشناس، رهبران تراز اول و چهره‌های دارای محبوبیت و اعتبار ملی در این جرگه مشروعیت آن را تضمین و تامین کنند. ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر دولت طالبان مسئول برگزاری نشست بزرگ مجمع افغانان شده و قرار است این نشست به رهبری وی برگزار شود. ناصر غروار سفیر طالبان در مسکو نیز تایید کرده که این گروه در آینده نزدیک یک نشست بزرگ با حضور سیاسیون افغانستان برگزار خواهد کرد. او گفته که طالبان از اشرف غنی نیز برای شرکت در این نشست دعوت کردند. او گفته است که چهره های سیاسی که به خارج از افغانستان پناهنده شدند دعوت شده است که در این نشست شرکت کنند. این جرگه قرار است فراگیر باشد و طالبان گفتند که در آن از تمام اقشار جامعه دعوت می شود. مورد موضوع بحث در این جرگه از سوی طالبان دو مورد عنوان شده بود که اولی شامل دارایی های منجمع شده افغانستان و دومی بحث مشروعیت سیاسی طالبان می شود. اما به نظر می رسد روی ساختار سیاسی آینده افغانستان و ایجاد یک دولت فراگیر هم بحث و تصمیم گیری شود. اگرچه بسیار از صاحب نظران برگزاری این جرگه را یک گام به پیش می دانند و می گویند که این تصمیم نشان می دهد که رهبران طالبان سرانجام پس از 9 ماه به این نتیجه رسیدند که عبور از بنبست سیاسی کنونی بدون تصمیم گیری همه اقشار و آحاد جامعه درباره سرنوشت سیاسی کشور امکان پذیر نیست، اما هنوز هم درباره ساختار، ترکیب، ترتیب، مسائل مورد بحث، دایره صلاحیت‌ها، مسئولیت‌ها و تأثیر این جرگه بر سرنوشت کشور در همه ابعاد، پرسش‌ها، ابهامات و اما و اگرهای فراوان وجود دارد. جزئیات این خبر را می‌توانید در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید.